وقتی که ذوالفقار علی در دستهای خونی حاج قاسم در چرخش هزاره مرگ است و مقتدای جهل منزل نشین مرقد مولاست، دیگر چه اعتباری دارد؟ مردی که کوچه های یتیمان آواز پای او را در نیمه های شب چشم انتظار بود. اینک جمع بزرگ شیادان، فرقی نمی کند، ذوالقعد، حاج قاسم یا اسماعیل نائبش، آنها که شرمشان کابین وصل با قدرت شد، در سوگ هتک حرمت مولا بر سینه ها و بر سرشان میکوبند. مداح خاص نایب آقا از کربلا و صحن نجف میخواند و خیلی خیلی مزدوران مرگ و نفاق و جهل و جنایت را از سرزمین پارس به بین النهرین پرواز میدهند. فریاد لافتا وقتی که بر لبان کفالود جاهلان تفسیر می شود جایی برای پیر قلندر نیست. وقتی که با صفای دلش در نیمه های شب آواز یا علی را در کوچه های شهر مقدس پرواز داده بود. ما با علی صفا کردیم، جایی کنار رستم دستان در سینه های عاشق ما داشت، گاهی که بغض پر شده در دل در جستجوی راه گریزی بود، چنگی به دست می آمد درویش پیر، می خواند یا علی گویم، مولای منجلی گویم، از ملک ری به سویش پرواز می کنم و نام بی زوالش را آواز می کنم. حالا علی و مرقد او مثل حسین، عباس، دکان مرگ و خون و تباهی است. مردان نایب اعظم خمپاره های اهدایی را در پیش پای حضرت می کارند. مولای آشنای من و تو با کولباری از غم و اندوه از شهر خاطرات معطر رحمی کشد به راه فراموشی. درویش پیر خاموش می شود وقتی که ابن ملجم از دردهای مولا می گوید. علی رضا نوریزاده پنج شنبه 28 فروردین ماه 17 آوریل به شما سلام میکنم. فروردینم به پایان رسید، داره دیگه 2 روز دیگه میگیم خیزه بوت بهشتی وان جام می بیار، کردی بهش کرد جهان را بهشت بار. بخش خورنق هست میشه دیگه. بله، حضورتون عرض کنم که در خبرهایی که آدم میخونه بعضی جاها پشتش میلرزه، یعنی بعضی جاها آدم حتی تأمل دیگه یه چیز حرف بی ربطیست، یعنی وقتی که میبینه که نماینده مجلس شورای اسلامی ولی فقیه با وقاحت کامل میاد و میگه که بله این آقای جمشید دانایی فرد، یعنی همین گروهبان وظیفه‌ای که جیش العدل جنایت کرده و او رو به قتل رسونده، حالا امیدوارم این شایعاتی که او زنده است درست باشه، یه جوان اینجوری، حالا نماینده مجلس سیدعلی آقا، آقای حسین نقوی، یکی از همین شاگرد دوچرخه‌سازایی که اومده شده عضو سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، میگه نه خیر، ایشون همکاری با جیش العدل داشته، برای همین هم بردنش رو زندن. مردم، من یه چیزی میخوام بهتون بگم، این نمایندگان مجلس، این جانورانی که اونجا به عنوان نماینده های شما نشستن و در دوره ششم عده آدم با شرف هم توشون بودن، چون شما رفتین رأی دادید، حالا به فرمان مقام معظم ولایت و جنتی میرن اونجا، سربازا میرن، پاسدارا میرن، خانواده هاشون رأی میدن و در بعضی شهرستان‌ها مسائل قومی و محلی و اینا باعث میشه بگه محمد آقا مثلا بهتره، چون این محمد آقا قبلا که
نفت فروشی داشت اینجا، نفت رو به موقع در خونه های ما میداد. حالا این بهتر از آقای مثلا دکتر فلان که دکترا هم داره ولی نه ریشش رو از ته میزنه، اون حب به مقام ولایتش هم واقعی نیست، التزام عملی نداره. این خب یه دشون نماینده میشه. اما من یه چیزی میخوام بگم، انتخابات دوره بعدی مجلس هم میاد اگر سایه شوم ولایت فقیه همچنان بر سر ملت ما باشه. شما این آدم رو که دارید نگاه میکنید، این آدم لیاقت حضور حتی در مجلس قلابی اسلامی نداره. اینا رو یادداشت کنید پس ذهنتون تو دلتون یه گوشه ای. این نماینده ها رو شما باید یادتون باشه، شما باید دقیقا به یاد بیارید که آقای علی لاریجانی چی گفت تو مجلس. شما باید به یادتون باشه که اون رسایی شاگرد آقای مصباح یزدی که حکایتش با مصباح شبیه حکایت آهنگر خرم آبادی است که لقب حائری خرم آبادی رو گرفت از آقای مصباح. ایشون هم همون ارتباط، ایشون رو روانبخش و این آدم های دیگه، اینا چه در ارتباط آنچنانی هن با حاج آقا. البته حاج آقا الان دیگه در شرایط خاصی است، ولی اون زمانی که در شرایط خاص نبود همسرشون رفتن به مرحوم آیت الله گلپایگانی شکایت کردن که این شوهر من مردان گندر و جوون و ومی داره میره تو خونه من که دختر دارم بچه دارم جوون دارم، میبره تو اتاق در رو میبنده تا صبح صدای کرهر و کرگرشون. و آیت الله گلپایگانی خدا رحمتش کنه مصباح رو صدا زد گفت وارونه سوار خرد میکنم، ریشتو میترشم تو قم میگردونمت، دست از این کسافتکاری بردار. این آقا حالا شده فیلسوف ولایت فقیه، این آقا شده کسی که میلیاردها تومن دستش این بچه‌ها رو برمی‌داره، این بچه‌ها رو میفرسته کانادا دانشگاه مکه و دانشگاه‌های دیگه برن درس بخونن برگردن عهده‌دار مقامات عالیه کشور بشه. چه بگم، آدم شرم میکنه. بچه های جوون گاهی اوقات حتی کودکان این اظهار لطفی که به من دارن میبینن. بازم تشکر میکنم از این همه مهری که به برنامه پریروز ما گفتگو با آزاده هنرمند نویسنده محمد نوریزاد داشتید. دیدم بر صفحات توییتر، فیسبوک، بالاترین جاهای دیگه، این نشان دهنده عمق آگاهی و بیداری ملت ماست که وقتی یه انسان صادقی در مبارزه می ایسته این طور مردم حمایتش میکنه. به هر رو فکر کنید در این مملکت اینا یادتون باشه، آقای رسایی که دار و دسته میرکاظمی و دار و دسته سردار مربوطه وزارت نفت رستم خان قاسمی نوکر اونا بوده بهش پول میدادن، میاد یقه زنگنه رو میگیره. چی؟ میگه قبل از آقای زنگنه ما نفت صادر میکردیم، حالا نفت داریم وارد میکنیم. خوشا به حال با سعادت مقام معظم ولایت. روزی که طرح آوردن دادن آقا کشور 8 پالایشگاه میخواد، زمان آقای رفسنجانی بود ریاست جمهوری، اومدن تصویب کردن بودجرم کی میداد، پولو کی میداد، سرمایه‌گذاری خارجی میکرد، اینی ایتالیا میداد، توتال بود، شرکت های بزرگ 8 پالایشگاه در نقاط مختلف ایران درست میکردن. در نتیجه ما دیگه نیازمند واردات بنزین نبودیم، چیزی که در هیچ دوره از تاریخ ما، اون زمانی 15,000 بشکه تولید میکردیم بنزین، از اون زمان به بعد ما احتیاج به بنزین وارد کردن نداشتیم. اما رژیم بیلیاقت، رژیم نادان، جاهل که رئیس جمهورش احمدی نژاد میشه ما رو به این روز انداخت. این ربطی با آقای زنگنه نداره. نکته رو براتون میگم، 8 پالایشگاه قرار شد در ایران درست کنه. اون کسی که شرکت‌های خارجی رو آورد یکی از شخصیت‌های صاحب منصبان برجسته شرکت نفت در قبل از انقلاب، مقامات عالیه‌ای داشت، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی رو در بازسازی صنعت نفت انجام داده بود. اومد و طرح‌ها و پروژه‌ها رو آورد، اینی ایتالیا بود، توتال بود، شرکت‌های متعدد بود. 8 پالایشگاه جاهاش هم مشخص شد، همه رو برنامه ریزی کردن، تنظیم کردن که برن درست کنن. یکی از این آقایی که براتون گفتم وقت دربون سفارت ایتالیا بود و خارجه و
بوق هم دستشه. این یکی از کسایی بود که اینا به عرض آقای خامنه ای رساندن آجان این قراردادها خیلی نون آب داره، چرا شما میذارید اینا این قراردادها رو ببنده؟ اجازه بدید ما مجموعه بریم جلو این کارا بکنیم. آقای موسوی خوینی ها هست، اینای دیگه هست، همه هستن، ما بریم در خدمتشون این کار رو انجام بدیم، سهم مقام معظم و بیت و دفترم منظور خواهد شد. حالا آقای خامنه‌ای نون و پنیر میخوره ولی سهم رو میگیره میده آقا مجتبی یا میده به سید حسن نصرالله. جلو اینو گرفتن، دو تا علاس پالشگاه درست شد، بندر عباس و عراق، این دوتا درست شد که بهترین پالشگاه ایرانه. البته وقتی خاطرات علم رو میخونم و میرسم به پالشگاه ری رو که درست کردن با مبلغ بودجه‌ای که درست کردن و چه کار بزرگی کردن، افسوس میخورم. وقتی که در کشور ما متخصصان و کارشناسان رفتن، شاگرد کله پز و شاگرد دوچرخه ساز و عبا فروش قمچاشون نشست. کله پزی شغل شرافتمندی است، مردم هم به این غذای ملی خیلی علاقه دارن. سوهان پزی هم شغل شرافتمندی است، دوچرخه سازی هم شغل شرافتمندی، ولی هرگز در اینجا نمیان بگن آقا این پسر یک راننده انگلیسی که میشه وزیر فرهنگ، آقای ساجد، به خاطر اینکه رفته آکسفورد درس خونده، رفته دانش کسب کرده، بالا رفته، فرهنگ رو میشناسه، هنر رو میشناسه، میشه وزیر فرهنگ. ولی چون داماد آقای زهرماریه نمیشه رئیس قوه قضاییه، به این خاطر نمیشه چون داماد فلانیه، چون پدرزنشون به خاطر اینکه تصویر حضرت عباس رو سریال اومده ریششو میکنه تو سرش میزنه اما غیرتش به جوش نمیاد، جنازه ندا آقا سلطان رو بر کف خیابان میبینه، ندا رو که داره جان میکنه، به این دلیل طرف رو نمیکنه رئیس قوه قضاییه. چون داماد آقای مطهری بوده نمیشه رئیس مجلس، سفیر نمیشه چون داماد آقای رسولی محلاتیه، چون باجنا آقای ناطق نوریه. آقا حساب کتابی داره دنیا، مسخره نیست که آدم این چیزایی که داره نگاه میکنه. آقای ابوطالبی رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل، آقا جان این تروریسته، سه جای دیگه سفیر بوده، مهم نیست، از دیوار سفارت رفته بالا. اگه او رو سفیر میکنی چه آقای عبدی رو نمیکنی؟ شایستگیش که بیشتره که. حالا آقای اسخرزاده به مشروطش رسید تو انجمن شهر رو ماشاءالله باشاءالله ایشالله توپم شده و وضعش ایشون و خانمشون فعلا مشغول بساز بفروشیه. ولی چرا عباس عبدی که آدم با شرفی چرا اون سفیر نمیکنی؟ چون باهاتون مخالفه، چون از بری روزن عذرخواهی کرد، چون این کار جنایت میدونه، چون نسبت به امیر انتظام عزیز احساس خجالت میکنه. ولی آقای مصطفوی نه، اون سفیر میشه این نمیشه، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی میشه، تمام وابستگی های فرهنگی زیر دست اون میاد که تروریست و جاسوس بفرسته اونجا. آقای زنگنه یقش رو تو مجلس میگیره، آقا ما بنزین، بله به خاطر اینکه اون پروژه ها اجرا نشد، به خاطر اینکه ایران رو با تحریم روبرو کردید، گذاشتید تحریم، آقای احمدی نژاد رفت اون وقت. اینم براتون بگم، زمانی رسیدی گفتن آقا خیلی خوب ما بیام قرارداد ببندیم با هند، ما در هند پالایشگاه داریم، سرمایه گذاری کرد اون شاه پدر و پسر، اون پسر طاغوتی برامون توی آفریقای جنوبی و هند پالایشگاه درست کرد، شرکت نفت مشترک تو مدرس توی پریتوریا با هم ارتباط اقتصادی داشت. اومدم پیشنهاد کردم این سرمایه گذاری یه خود بیشتر بکنیم، تولیداتشو وارد کنیم کامل. نه خیر نه خیر، آقا جان بنزین درآمد داره، هر لیتری که وارد میکنیم 15 سنت گیرمون میاد، 8 سال 7 سال بنزین رو از خارج وارد کردن، باند مافیا خوردن، سپاه، رستم قاسمی ها، اینا همه اومدن وسط، قرارگاه خاتم الانبیا که قرارگاه خاتم شرافته، اومدن و این گند رو بر دست ملت ایران گذاشتن.
آقای میرکاظمی وابسته دزد با همین رستم قاسمی و یه مش از این اوباشی که من اومدم اینجا اسامیشونم بهتون دادم و داستانش رو شرح دادم و الان دوباره برام یه سری اطلاعات رسیده که اینا رو بازگو خواهم کرد به مرور. خب حالا زنگنی بیاد بگه چرا بنزین داریم وارد میکنیم؟ شما وارد کردید. اون کسی که به ارباب تو مصباح یزدی کیلو کیلو دو کیلو ده کیلو پول میداد، دلار و پوند و یورو میداد، برنامه سفرهای دور و دراز برای بچه های ایشون فراهم میکرد، اون کس بود که بنزین رو بر دوش ملت ایران تحمیل کرد، خریدشو بره از ونزوئلا بنزین بخره، از امارات بخره. ما قرار بود گاز بدیم، خانه های امارات از گاز ایران روشن بشه. ما قرار بود خط لوله به پاکستان و هند بکشیم. حالا داریم وارد میکنیم. به زنگنه چه ربطی داره؟ زنگنه هزار تا عیب داشته بود، این کارو نکرد. زنگنه دزد نبود. اسباب تأسفه که کشور ما نه اصلا معنا داره. اگه دزد نباشی مهم نیست، چون به مصباح یزدی پول نمیرسونی، شاگردش بچش میاد تو مجلس خجالت هم نمیشه، یه ریشه سفید شده. اون دوران بیریشی گذشت، یه خود آدم باید بشه. متاسفه. اون یکی میگه آقای نقوی که بله آقای چه بگویم، آدم دانایی فر و خانواده داغدار عزادار نگران مادرش، چون میدونه رژیم بی لیاقته به سازمانهای بین المللی متوسل میشه، اون وقت میاد میگه نه اینا هم دست اونا بودن. چه شده؟ خیلی افسوس میخوام، خیلی متاسفم که یک کلمه یه مقدار حرفای رسایی رو گوش میدید، بعدش میریم زنگنه رو هم گوش میدید، نگاه کنید چه میگویدیم نردن. سوال کننده و وزیر پاسخ دهنده برای طرح سوال روبروی هم قرار گرفتند. خلاف اون چیزی که رسانه ها القا میکنن، ما به دنبال چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیستیم. بنده به طرح این سوال و همکارانم اصرار داشتیم، نه از حب به کسی و نه از بغض کسی. من خواهش میکنم که هیئت رئیسه محترم لطف بکنن، از آقای رئیس و هیئت رئیسه محترم میخوام وقت کافی به من بدن. من از این فرصت استفاده میکنم، این تقاضا رو میکنم، بیام برنامه های نفت رو بگم، برای تحقق اقتصاد مقاومتی با هم صحبت کنیم، درباره تولید و فروش نفت صحبت کنیم، در مورد تحریم ها صحبت کنیم، درباره اینکه چطور میدان های مشترک منو توسعه بدیم که اینطور نباشه که دیگران نفت و گاز ما رو ببرن ما بشینیم نگاه کنیم. شما الان ببینید، ما در سال 90 و 91 صادر کننده نفت بودیم، مدیریت جناب آقای زنگنه ما رو وارد کننده نفت کرده. این گریه داره. اگر بنزین، بله وارد کننده بنزین شدیم. طرح این سوال در این جلسه شاید یکی از کم نظیرترین سوالات نماینده ها از وزراست. ما اعتقادمون است که از مسائل عمومی هم میشه سوال کرد، حالا خاص وزیر. همین سال 90-91-92 که میگه ما بالاترین مقدار بنزین رو وارد کردیم، به اضافه این که کارخونه های پتروشیمیمون رو دادیم بنزین تولید کنن، اون بنزین کثیف سرطانزایی که سینه های شما عزیزان را آلوده میکنه، شهرمون رو سیاه کرده. نگاه کنید به تهران، اصفهان، اهواز، مشهد، ببینین چه شده. یک مش دزد شالاتان مافیایی افتادن توی مجلس. مجلس مثلا باید نگاه کننده ناظر مردم باشه برای عمل کرده قوه مجریه، ولی وقتی مجلس خودش آلوده است تا خرخره. آقای مهندس علی اکبر خوئینی کجایی که بیای یقه رسایی و دزدای دیگر رو بگیری؟ او وقتی تو مجلس بود شروع کرد به تحقیق درباره ایران ناسیونال، دزدیا رو در بود، یقه قروی رو گرفت که اون وقت مدیر بود، پاشد رفت زندانهای مخفی ولی فقیه رو کشف کرد. ولی الان کی اونجا میره؟ احمد بورقانی در دل خاک خوابیده، کسی دیگه نیست فریاد بزنه راجع به آزادی مطبوعات و اندیشه. دونه دونه همه آدم حسابی ها رفتن. خانم حقیقت جو تبعیدی است مثل بنده و شما. دونه دونه نگاه میکنیم دیگه کسی نمونده. دکتر علیرضا نوری رو از بالای تپه پرت کردن پایین، کشتن تا برادرش عبدالله که حسرت یک آخ رو به دل سید علی آقا گذاشت
در زندان در سوگ برادرش، برادر جوانه، آزادش اشک بریزه، چون داشت مافیای طب و دارو رو داشت میریخت بیرون، داشت پشت پرده همسر آقای حسن حبیبی دکتر کدو رو داشت میریخت بیرون که چجوری پولا چجوری نصیب اینا میشه، داروی آلوده در زمان جنگ وارد کردن برای سربازو. همین صدام حسین افلاقی تکریتی یک وزیر بهداری داشت، خیلی هم بهش اعتماد داشت، آدم تحصیل کرده در خارج بوده. اومدن بهش گفتن آقا این زخمی های ما تو جبهه اینا دائم عفونت میگیرن میمیرن، پاشون رو قطع میکنیم دستشون. یه هیئت فرستادن، یک دکتر کرد آزاده، گفتن خب چون این وزیرم کرده تو برو تحقیق بکن. پاشد رفت و اومد گزارش که آقا این داروها تاریخ مصرف گذشته است. یک روز صبح ساعت 7 همین صدام افلاقی تکریتی رفت تو وزارت بهداری، جلوتر از وزیر تو اتاقش نشست، هفتیرش هم در بود گزارش رو بود. وزیر اومد و تا صدام و دید رنگش پرید و اینا، سیادت رئیس و فلان، گفت ببین یه سوال ازت میکنم چون میدونم قصه رو، چقدر گرفتی برای این داروهای فاسد؟ به گریه افتاد، افتاد دو دست و پاش، گفت بله این کارخونه سوئیسی به ما گفت این داروها بد نیست، تاریخش گذشته یه خورده، ما اینا رو خریدیم 15% کمیسیون به ما داد. گفت چقدر مجموعاً گیرت اومد؟ گفت 6 میلیون دلار. 6 میلیون دلار خیلی خوب. تمام این پول مال خودت، مال خانواده‌ات، هیچ کاری هم بهت نمی‌کنم چون یه دوره‌ای آدم خوبی بودی، خدمت کردی. اگر این هفتی رو ورداری تو مغز خودت شلیک کنی، اما اگر نکنی این کار رو بکنی میگم شهید شدی تو جبهه، تشییع جنازه برات میگیرم، خانواده جز خانواده شهدا میشن، پولایی هم که برداشتی مال خودت، حقوق وزارت هم تا آخر عمر همسر و فرزندا بهشون میدن. اما اگر این کار رو نکنی با خفت و خاری همینجا الان میکشم تناب گردنت بنزن تو خیابونا بگردوننت، بعدم میدم دست خانواده سربازایی که تو جبهه کشته شدن، آبروت هم میبرم، زنت هم میگم فلان کار رو باش بکنن، بچه هات هم میدم نابود کنن. این دکتر دیگه معطل نکرد، آقای معطل هفتی رو برداشت تو مغز شلیک کرد. بعدم اعلام کردن وزیر بهداری عراق در جبهه انگام بازدید به شهادت و خانواده‌اش هم برخوردار از مزایا بود. سالها همسر آقای حبیبی، آقای حبیبی معاون اول رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و و و، همسرشون مسئولیت دارویی رو در هلال احمر داشت، دست در دست آقای دستجردی ها و غیره و غیره در اونجا بودن و دارو وارد میکردن و چقدر داروی فاسد تاریخ گذشته وارد شد و ایشون برای سه نسل بعد از خودش، اینم آقای نهضت آزادی درست ملی مذهبی، البته ملی و مذهبی بودنش رو روزی که بیعت با ولایت کرد کنار گذاشت، دیگه نه مذهبی بود نه عشق ملی و عرق ملی. سقوط خیلی ها رو دیدیم، حسن حبیبی یکی از سقوط‌های بزرگ بود، آدمی که در نوشتن اون قانون اساسی مترقی اول قبل از ولایت فقیه نقش داشت، ولی بعدن چه شد؟ پای ولی فقیه و نایب امام زمان رو بوسید. چقدر مطلب مون درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم، امروز مردم الجزایر به پای صندوقهای رای میرن تا رئیس جمهوری جدیدی رو انتخاب بکنن. آقای عبدالعزیز بوتفلقه، مردی که صاحب نام بود در دوران حواری بومدین، وزیر خارجه بود، یه شخصیت محترم معتبر و در مقام رئیس جمهوری نیست، الجزایر رو تکون داد از نظر اقتصادی و از مالی. الجزایر ورشکسته داغون گرفتار تروریسم با آمدن بوتفلیقه به رشد 8-9% رسید، الان میلیاردها دلار ذخیره ارزی داره و کشور متحول شد. اما آقای بوتفلیقه دیگه راه نمیتونه بره، حرف نمیتونه بزنه بعد از سکته مغزی که داشت و خیلی شرافتمندانه بود کنار میرفت، میدون رو میداد دست آدم های جدید. ببینید حرف نمیتونه بزن، در یکی از کمپین های انتخاباتی ظاهر نشد،
در مقابل آقای بنفلیس که نخست وزیر بود قبلا، جوانتر، با اراده، با تصمیم بیشتر، البته نامزدهای دیگری هم هستن، ولی بین بوتفلیقه و اوس و اگر تقلب نباشه انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و احتمال داره آقای بنفلیس بتونه برنده بشه. ولی بنده از حالا همچنین امیدوار نیستم که چون آقای بوتفلیقه اخویشون که مشاور عالیشونن و یه عده باند این قدرت ادامه پیدا میکنه. اینه نخست وزیر میاد 4 سال 8 سال میره. خانم تاچر بهترین نخست وزیر بریتانیا در قرن گذشته، در نیمه قرن گذشته، وقتی رسید به 13-14 سال خراب کرد. تونی بلر یکی از بهترین ها که انگلیسی رو شد، وقتی 14-15 سال شما نخست وزیری، یه عده آدم دورت میان، اونا برای منافع خودشون شد. مرحوم هویدا نه دزد بود، یک آدم روشنفکر یا آدم آزاداندیش، همه اینا بود. ولی وقتی به مرور شد 10 سال 12 سال 13، به جای رسید که مردم دیگه تحمل نداشتن. دکتر امینی همیشه در دیدارهاش با شاه اینو میگه: قربون، بذارید مردم دق و دلیشون رو سر ما خالی کنن، نه سر شما. ما میایم میریم 4 سال میبونیم، میگه آقای خوب نبود، ردش کردم، یکی دیگه اومد. ولی متاسفانه قدرت خانوم یقه رو که میگیره، سید علی خامنه ای که سر به دیوار میزد و رهپوی منزل عرفان بود، به اینجا میرسه. میدونه چه خبره، میدونه آلودگی همه نظامش رو گرفته، ولی چسبیده دو دستی به قدرت. خودش هم بخواد بره، آقا مجتبا نمیذاره، سید اصغر حجازی نمیذاره، آقای محمدی گلپایگانی و آقازادهشون داماد آقا نمیذاره، آقای فیروزآبادی نمیذاره، چون اینا منافعشون در اینه که آقا باشه که اینا حکومت کنن. بوتفلیق هم همینطور، شاید خودش در ته دلش نخواد، ولی اخوی میگه مگه ممکنه میلیاردها پول و ثروت و غیره میخوای بذاری بری؟ دیروز خیلی خوشحال شدم، پیروز دولت سوئیس 40 میلیون دلار از پولایی رو که بن علی و زنش از کشورشون دزدیده بودن به دولت تونس برگردون. بسیار خوبه. بله، ما اینا رو که آدم میبینه خوشحال میشه. حضورتون عرض بکنم که حالا مطلب زیاد داریم، ولی یه اتفاقی که در منطقه افتاد، در ایران افتاد، که منو تکون داد. اتفاقا پیروز با علیرضا میبودی عزیزم راجبش حرف میزدیم و این پهلوان حسین زاده بود، یک قهرمان حقیقی، یک شاگرد مکتب پوریای ولی، پسر جوونش دست گلش کشته شد، عبدالله. قاتلو گرفتن طبق قانون قصاص، قانون ضد اخلاق، محکوم به مرگش کردن، میخوان قصاص رو اجرا کنن، اووردنش. جوونه، خطا کرده، جنایت کرده، ولی الان پشیمونه. اون وقت پهلوون، پهلوون بچه نور، شهر دلاوران و آزادگان و نویسندگان و شاعران، و در اونجا میبخشه، مادر از قاتل بچهش میگذره، میره دستشو ببوسه، بچه میاد جلو، عفو میکنه مادر، پدر عفو میکنه. چقدر زیباست این در مملکت جنون زده بیمارانی که با کشتن آدم ها، با اعدام آدم ها تو خیابان، بیماری خودشون رو فرو میرشنن. آزاد مادر تناب بر میداره، چقدر این منظره قشنگه، چقدر زیباسی، میفته رو پای مادر، زندگی رو بهش بخشید، گفت تو هم مثل پسرمی بمون، توی خطا کردی، اما حالا بهت میدون میدم زنده باشی. این پدر مادر آدم با چیکار کرده، مجسمه شده طلا باید گره. مردم نور ببالید که چنین پهلوانی دارید، مثل اون یکی نیست، یا حضرت عباس بگه و بعد بره خونه قلابی تو دبی بفروشه، نه، این پهلوان واقعی است. این کسی است که شاگرد مکتب پوریای ولی، درود میفرستم بهش، روان پسرش غرق نور باد، یادش جاودانه باد که میمونه، و یاد کرم و بزرگی این پدر. این در ایران، آن سو در نیجریه. دیروزم گفتم پیروان اسلام ناب
انقلابی محمدی بن لادنی 100 تا دختر رو دزدیدن، دختر 15-16 ساله، تو اتوبوس ها بمب گذاشتن، 60-70 نفر رو کشتن، 150-60 نفر زخمی شدن. این وضع رو نگاه کنه فیلم. بعد جانوری که رئیس اینا هست اومده نشسته چی میگه؟ در راه خدا اسلام فتوا ما داریم، دختر جوان رو به دزدی فتوا داری؟ که وسیله عیش و نوش در الجزایر وقتی این عباسی مدنی و این دار دسته و اون زیتونی و اینا میمدن و آدم میکشتن، در یه روستا که ما رو بردن نشونمون دادن، در یه روستا زنان حامله رو شکم دریده بودن چون تو اون خونه رادیو داشتن، یخچال داشتن. بعد تعداد زیادی دختره 13-14 ساله رو برده بودن به کوه و اونجا برای ما شهر دادن. اینا رو میبرن کامجویی میکنن، بعد از 10-20 روز اینا رو با سر تراشیده با ورز بد یا پس میفرستن یا شکمشون رو جر میدن تکه پاره میکنن و میندازن جلوی گرگاسم. این جانور رئیسشون، قیافش نگاه کنه. آدم اینو میبینه، خب میبینه ما سید احمد خاتمی رو داریم تو ایران، فلاحیان رو داریم، ری شهری رو داریم، قربان علی ماسپند نجف آبادی رو داریم، اینا هم مثل همین دیگه، جواد آزاده رو داریم، اینا هم یه جانورایی هم مثل اینا. نگاش کن. متاسفم که دینی رو که به هر حال مظاهر رأفت و بخشش تو زیاد بود، چسبوندن به اون منطقه، به اون قسمت قاسم جبار منتقم مکار اهل کید و اهل فلان، رحمان و رحیم رو، رحمتون للعالمین رو، اینا رحمت شو ازش گرفت. به هر حال این هستی. اتفاق دیگری که افتاد که در منطقه خبر مهمی نیست و میتونه باستاب های فراونی هم داشته باشه، تغییر رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی بود، چیزی که از مدت‌ها قبل صحبتش میشد. امیر بندر بن سلطان که رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی بود و در این تصویر در پشت سر پادشاه ملک عبدالله دیده میشه، فعلا این سرلشکر یوسف بن علی الادریسی جای اون نشست، منتها در مقام کفالت مطمئنن، چون برای اولین باره که ریاست این دستگاه که بسیار با اهمیته در تحت تصرف فردی از خاندان سلطنتی نیست، ولی به طور قطع من فکر میکنم حتما فرد دیگری جانشین خواهد شد. امیر مقرن که الان ولیعهد دومه، یه موقع ریاست این سازمان رو به عهده داشت تا 2 سال و اندی پیش. بعد امیر بندر اومد. امیر بندر یک چهره خیلی کانتروورشاله، به این معنا که در مقام سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده تقریبا همون جایگاهی رو داشت که آقای اردشیر زاهدی داره. هر موقع میخواست به کاخ سفید میرفت، در مهمانی های رؤسای جمهوری آمریکا خانوادگی در کمپ دیوید حاضر بود. تصاویر زیادی از او هست که مثلا نشسته با جورج بوش روی لبه مبل، یعنی اینقدر به هم نزدیک بودن. در دوران اونم روابط سعودی و ایالات متحده بسیار حسنه و نزدیک بود، و در واقع در جنگ آزادی کویت وقتی صدام اشغال کرد و بعد از اون در جنگ خلیج فارس ایشون نقش ویژه‌ای داشت. پدر او امیر سلطان وزیر دفاع و ولیعهد عربستان بود بعد از اینکه ملک عبدالله جانشین ملک فهد شد. امیر سلطان قبل از اینکه به سلطنت برسه خب به علت بیماری درگذشت. یکی از فرزندانش خالد بن سلطان که فرمانده نیروهای آزاد کننده کویت بود در 2002، ایشون بله در جنگ خلیج فارس هم ایشون یه نقش بسیار مهمی داشت، یعنی همونجا دیگه فرمانده بود. یادم هست که وقتی وارد کویت شدن نیروهای در الجزیره، نیروهای وابسته به شورای همکاری خلیج فارس که قطری ها هم جلو بودن، ایشون اومد و مصاحبه کرد و خیلی چهره شده بود. بعدم روزنامه الحیات رو خرید از جمیل مروه، فرزند کامل مروه، مدیر الحیات، که در دهه 60 اواخر دهه 60 قرن گذشته توسط وابستگان به
عبدالناصر و سازمان اطلاعات مصر کشته شد، چون طرفدار ایران بود و با عبدالناصر مخالفت میکرد. به هر حال امیر سلطان صاحب یک روزنامه مثل به اهمیت الحیات هم شده بود که پایگاه بزرگ بود و در مقام معاون وزارت دفاع. وقتی هم پدرش رفت انتظار داشت که بشه وزیر دفاع و مقام ولایت عهدی و وزارت دفاع که در تصرف پدرش بود دو قسمت بشه. خب امیر سلمان ولیعت شد او وزیر دفاع باشه، ولی پادشاه سعودی امیر سلمان رو گذاشت که در مقام وزیر دفاع هم باشه، یعنی همون جایی که سلطان داشت برای امیر سلمان هم در نظر گرفته شد و امیر خالد بعد از مدتی کنار گذاشته شد. الان یک تشکیلاتی داره به نام مؤسسه امیر سلطان الثقافیه و دینی، جایی است که در جاهای مختلف دنیا مراکز فرهنگی و مسجد و غیره و اینا درست میکنه و الحیات هم که داره. برادر دیگر او امیر بندر بن سلطان بود که بعد از اینکه از سفارت ایالات متحده برگشت دبیر شورای عالی امنیت ملی سعودی شد. اصلا به ابتکار او این شورا برپا شد و او هم بود، منتها خیلی بی سر و صدا. و بعد اومد رئیس سازمان اطلاعات شد، شیوه تصمیم گیری های خیلی سریع و بدون در واقع کانسشن، بدون امتیاز دادن، تند و تیز ایستاد. به نظر من شاید بیماری او که ناشی از فشار زیاد کار بود، همین بیماری قند و بیماری قلبی و غیره، عملا باعث شد که او مدت ها بود کنار کشیده بود. حتی در مذاکرات پرزیدنت اوباما با ملک عبدالله حاضر نبود و این تعجب همه رو برانگیخت. بعضیا گفتن بخشی از اختیارات او به امیر محمد به نایب وزیر کشور داده شده، بعضی گفتن امیر سعود الفیصل وزیر خارجه بخشی از اختیارات رو گرفته، ولی به نظر من اینا نبود. یکی مسئله بیماری و یکی مسئله تصمیم برای اتخاذ روش و سیاستی دیگر. و به نظر من سپهبد یوسف بن علی الادریسی که قبلا معاون بود عملا در همون جایگاه معاون خواهد بود، منتها با یک عنوان کفالت یا اداره دستگاه اطلاعاتی که در چند سو الان چلنج های بزرگی روبروشه، در سوریه، در خود حاشیه خلیج فارس، در یمن، در رویارویی با امریکا، مسئله مداخلات جمهوری اسلامی در عراق، کشورهای عربی. به هر حال اینم جز خبرهای مهم روز بود که بهش اشاره کردم و خیلی به نظر من مسئله مهمی بود. در مصر مسئله گفتم براتون قبلا، رئیس جمهوری کسی که نامزد ریاست جمهوری میشه، این باید بتونه بره از هر کدوم از استانا 1000 تا رأی بیاره، مردمی که تاییدش میکنن و میگن او رو میشناسن و بهش اعتماد دارن. جنرال سیسی 400,000 رأی، 300,000 رأی داره و هنوز هم مردم دارن میرن باز مینویسن، ولی اون اومد تسلیم کرد به اون تشکیلات انتخابات، گفت آقای این مال ماست. آقای همدین صباحی که در انتخابات قبلی در واقع نفر سوم شد و بعضی از ناصری ها، سوسیالیست ها و چپ ها ازش حمایت میکنن، ایشون هنوز موفق به گرفتن 1000 رأی در 6 یا 7 استان نشده. در بعضی از استانا گرفته، الان تعداد رأی هم که میخواد از 15,000 تا بیشتره، ولی از بعضی استانا هنوز نگرفته اون 1000 تا رو که حالا مشغولن بگیرن. و به نظرم رقابت هم بین این دو خواهد بود و مسلم آقای سیسی بخت بسیار بیشتری برای پیروزی تا رقیبش آقای همدین صباحی داره. اینا به هر حال مسائلی است که در روزهای آینده ما شاهدش خواهیم. در عراق هم که پایان این ما انتخابات انجام خواهد شد، آقای مالکی با حمایت حاج قاسم سلیمانی جنرال افتاده وسط که داره وعده میده به کسایی که ازش حمایت میکنن، از این گروه ها و احزاب وعده های میلیون میلیون دلار میده که اگه باهاش باشن اینقدر بهشون رشوه میده. بار دیگر میخواد در انتخابات برنده به نمایندش، یعنی آقای دانایفر سفیر ولایت فقیه، سردار دانایفر در سفارت، محمود باغبان، این آدم های وابسته به رژیم، حاج قاسم،
معاون حاج قاسم اینا چیزری اینا در واقع کاری بکنن که ایشون برنده انتخابات بشه و دولت رو تشکیل بده. اما حتی دیدیم مرجعیت اعلی آیت الله العظمی سیستانی هم با این مسئله مخالفه. دکتر عیادلاوی مصاحبه کرد بسیار جالب و مهم، گفت که سرنوشت مردم عراق باید تغییر کنه، دست آدمهایی نباشه که اندیشه تنگ نظرانه مذهبی اونا رو گرفته و خودشون رو جدا کردن از کل ملت، در حالی که ملت عراق رو باید در نظر گرفت و تمام این مکونات، این اجزای تشکیل دهندش، از شبک‌ها گرفته تا ایزدی‌ها گرفته، مسیحی، آسوری ها گرفته، کرد، عرب، هر کدوم از اقوام مختلف، اینا در یک عراق یک پارچه باید مشارکت بکنن در سرنوشتشون، تعیین سرنوشتشون. به هر حال دکتر عیادلاوی یک صدای سکولار و قابل تأمل هست در این جنگلی که در عراق مشاهده میکنیم که دخالت‌های ولایت فقیه و این جریانات اونجا ایجاد کرده. قبل از اینکه برم سراغ خبر دیگه، یه ماجرای براتون بگم که اتفاقا داشتم با دوستان صحبت میکردم، گفتن یادت نره تعریف جرم سیاسی رو این رژیم نتونست، یعنی نذاشت. آقای خاتمی قانون تهیه کرد، به مجلس بود، به فرمان سید علی آقای ولی فقیه جلوش رو گرفتن. اما از خیلی وقت پیش جرم سیاسی قرار بوده تعریف بشه. یه موردی که در کتاب تاریخ زندان در عصر قاجار، که بسیار کتاب جالبی است، قاجار و پهلوی، ناصر ربیعی و احمد راهرو خواجه اینو نوشتن و اینجا اومده اشاره کرده در زمان ناصرالدین شاه که وقتی که رئیس شهربانی میان تعیین میکنن، آقای کنت رو برمیدارن از خارج میارن که چهارراه کنت هم هنوز به نام او هست. خیلی جالبه که در اینجا من برای اولین بار میبینم جرم سیاسی تعریف میشه و بعد میاد میگه که اینجا اشاره میکنن که آقا ما چه مجازات هایی در نظر گرفتیم برای آدم هایی که جرم سیاسی مرتکب شده. اینجا عملا بهشون میگه که آقا کسی که به اعلی حضرت توهین بکنه یا بخواد اعلی حضرت رو و خاندان سلطنت رو مورد تمسخر قرار بده یا توهین بکنه بهشون، بین 1 تا 5 سال زندانی میشه. جالب برای من. و حتی در موارد اینجا ذکر شده که اگر کسی حتی کاری کرده، یعنی فعالیتی کرده که به لطمه بزنه به اساس سلطنت و مملکت، بله، میگه که کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند یا اینکه بر ضد پادشاه یا خانواده او خیال بدرفتاری و تحریک بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقیق و ثبوت از 1 الی 5 سال به درجه تقصیرات مقصر با زنجیر محبوس خواهد شد. ماده 4، سازندگان پول تقلبی حکمش 10 الی 25 سال، اهانت به شاه و خاندانش 1 تا 5 سال، پول تقلبی 10-25 سال، قطاع الطرق و شرکایشان 1 الی 15 سال. کسانی که زهر و مسمومات می فروشند و قتل با زهر و سم فروخته شده از طرفشان اتفاق می افتد در حکم شریک قتل شناخته می شوند و 1 الی 5 سال حبس دارند. مصرف کنندگان تریاک 6 ماه الی 1 سال حبس دارند. انتشار دهندگان کتب زاله 5 ماه الی 5 سال حبس دارند. کسی که تهمت کتبی یا لسانی به کسی بزند علاوه بر حبس به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود. کسی که تخریب در اموال عمومی می کند علاوه بر حبس به پرداخت نقدی نیست محکوم می شود. این مال دوره ناصر می شود. بیایم این طرفتر، رضا شاه دادگستری نوین رو درست کرده، داور بزرگ آمده، اصلاحاتی رو که فرمان فرما شروع کرد و ادامه پیدا کرد، مشیر الدوله بود، فرمان فرما بود، داور اومد یک دادگستری نوین رو برپا کرد، قضاتی رو حتی اونایی که لباس آخوندی تنشون بود اومد مخیر کرد. اگه میخوای قاضی بشی این لباس در داستان پدر بزرگ خودم رو تعریف کردم که قاضی میخوای بشی یا سردفتر، رو گفت رو سردفتر، چون کار قضاوت کار سنگینی است، برای همینم دفتر 1 اصفهان رو گرفته بود. به هر حال اون وقت بعد البته رفت به مشهد، دفتر 3 مشهد رو داشت.
باری در دوران رضاشاه مجموعه به نام 53 نفر دستگیر میشه. این مجموعه اشتراکی بودن، کمونیست بودن. در اون زمانم کمونیست بودن و ارتباط هم بعضیشون در برلین درس خونده بودن، ارتباط داشتن با KGB، با دستگاه GPO، نه KGB بود، برای با دستگاه اطلاعاتی اتحاد شوروی. بعضا در رفت و آمد هم بودن، بعضا مثل کامبخش و اینا مثلا نوکر بودن، جیرخار بودن و جاسوس. اینا رو میگیرن، آقای صدرالشاه میاد پیش رضاشاه، قربانت گردم، والا قاضی اعظم، وزیر دادگستری، هرچ اینا باید در دادگاه نظامی محاکمه بشن، چون اینا کار توطئه کردن، قصد براندازی و جایگزینی نظام اشتراکی داشتن. اون پدر و پسرها، پدری که حالا بعضی آقا این دهان فرخی رو دوخت، اما نمیگن با 35 میلیون تومان بودجه تو 16 سال از یک بیغوله ویرانه چه کشوری رو درست کرد که هنوز ساختمون بانک ملی دادگستریش مال اوست. در راهنی که کشید و این کتاب باقرخان کاظمی رو که اتفاقا از طرفداران رژیم پهلوی هم نبوده، وزیر بوده، وزیر خارجه بوده، وزیر طرق بوده، میخونم روز به روز میفهمم این مرد چه مرد بزرگی بوده. به هر حال رضا شاه میگه آقای صدرالاشراف، شما که انقدر دانش قضایی داری، علم داری، تو مگه نمیدونی اینا برن دادگاه نظامی سرزرب حکم اعدامشون صادر میشه؟ چون اونجا فقط یک شکل میشناسن، هر کی علیه ما باشه، علیه حکومت دولت باشه، از نظر اونا خائنه، باید دخلشون رو آورد. ولی اینا فکر کردن، اینا یه طرحی تو ذهنشون داشتن، اسلحه داشتن، نه رفتن دنبال اسلحه که بگیرن ما رو بکشن، نه یه مش کتاب داشتن، جزوه داشتن، ارتباط اینجوری داشتن. خب پس این باید در دادگاه عادی محاکمه بشه. بنابراین شما میرید در دادگاه عادی محاکمه میشه، جرم سیاسی معنا میشه اینجا، که جرم سیاسی رو باید در دادگاه عادی بررسی کرد، نه دادگاه نظامی. کاری که بعداً در رژیم گذشته در زمان محمد رضا شاه متاسفانه انجام شد و به همین دلیل در اون دوران این 53 نفر هیچ کدوم حکم اعدام نمیگیرن. زندانهایی که خیلی هم زندانهای شدید و طولانی نیست، زنجیر و قل هم به پاشون نبسته بودن، به طور که در زندان یکی فرانسه یاد میگیره، یکی انگلیسی، یکی ریاضیات، با هم زندگی میکردن. مرگ دکتر ارانی هم که اگر اتفاق افتاده با توطئه کامبخش بوده یا مرضی گرفته، تیفوید گرفته، یا در حال این کامبخش بوده که جاسوسی میکرده، خائن بوده، برای زندان جاسوسی میکرده، به کریم آقا خان اطلاعات میداده، حالا از طریق او چون یه ارتباطی با او داشته اینو به اطلاع شهربانی میرسوندن، به اطلاع دستگاه اطلاعات شهربانی میرسوند. خیلی او به شاروز میگن آقا رضا خان قلدر، کامل میدن اونجا آقا رضا خان قلدر رو شما چجوری ازش حمایت میکنید؟ میگم فقط نگاه میکنم به همین که دکتر زیبا کلام برمیگرده میگه به آقای حسین بازجو، آقای شهید مدلی، آقای فلان، این لباسی هم که تنته یادگار رضا شاه. کما که توی یه مناظرش میگفت که آقا جان تو چیه همشه به غرب، آقای زرشناس چیه که داری به غرب فوش میدی؟ تو هیکل دلان نگاه میکنم غربی، همه چیتون از غرب اومده. چند هزار تا دانشمند شما به غرب صادر کردین؟ اگه غرب بده چرا 5 میلیون ایرانی میرن اونجا؟ چرا غربی ها نمیان توی سایه جمهوری ولایت فقیه زندگی کنن؟ میگه ایران شناس برجستم که میاد میگه من غربمو بذارید توی اصفهان کنار زاینده رود، این بساطو برش در میارید، چی دارید میگید؟ و یادم هست دکتر داریوش آشوری، این مرد نازنین و آزاده، خیلی هم جوان بود، وقتی کتاب غرب زدگی آل احمد در اومد که یه مش کلی بافیایی بود که ما هم زیرش سینه میزدیم، ما فکر میکردیم درسته. داریوش آشوری بود اومد چرند بودن غرب زدگی رو بازگو کرد. به هر حال قدر این آدم ها رو بشناسیم در دوره که اوه آل احمد پیغمبر بود، میگه میشد حرفی راجع به زد، خود بنده برای سینه پاره میکرد. حرفا موند. باری ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای
سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می‌سپارم.